درود بر شما. 30 آذر ماه 1397 خورشیدی و 21 دسامبر 2018 میلادی، امشب یلدای صفحه آخر، شب طولانی ترور و قتل نویسندگان و شاعران و روشنفکران هم هست. برنامه امشب در واقع لحظاتی است از این شب طولانی 40 ساله که به مناسبت 20 سالگشت قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 تهیه شده. امشب تقدیمی نداریم، اما پرده آخر مثل همیشه سر جاش. البته ترورهای حکومتی یا حکومت تروریستا ظاهرا فرق میکنه، ولی چه فرق میکنه؟ وقتی برای قتل و از بین بردن آدم‌ها برنامه داری، نقشه میکشی، گروه ویژه عملیات درست میکنی، دور از چشم قانون، هر قانونی که هست، قانون خودت تصمیم میگیری و عمل میکنی، تروریستی. برای حفظ حکومت اسلام کسایی رو که فکر میکنی برات خطرناک ممکنه باشن ترور میکنی. تو یعنی کی؟ یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران، از رهبر تا بدنه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتیش. اصلاح طلب اصولگرام این نداره، این مسخره بازی ها، و این واقعا مسخره بازی است. وقتی آدم به قتل صدها نفر روشنفکر، نویسنده، هنرمند یک لحظه فکر میکنه، ببینه شرم‌آور فکر کردن درباره اینکه کی اصلاح طلب کی. این چارچوبه، این نظام بر بنیاد تروریسم تعارف نداشته باشیم. اول آذر 77 داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری از فعالان ملی و رهبر حزب ملت ایران تو خونشون با چاقو سلاخی شدن. 12 آذر 77 جسد محمد مختاری، عضو کانون نویسندگان ایران، رو تو بیابونای اطراف تهران پیدا کردن. مختاری رو تو خیابون دزدیدن، خفش کردن و جسدش رو انداختن بیرون. 18 آذر 77 جسد محمد جعفر پوینده، عضو کانون نویسندگان ایران، نویسنده، مترجم و جامعه شناس، تو بیابونای اطراف تهران پیدا شد. پوینده رو مثل مختاری تو خیابون دزدیده بودن و خفش کرده بودن. 1 ماه بعد 18 دی ماه 77 دشمن ما بود، اما نه وابستگی به خارج داشت و نه امتدادی داشت. یک حزبی داشتن، سالهای متمادی این حزب بود با عناصر خیلی معدود. خب اینجور دشمنی که در داخل کشور هست اطلاعیه هم مرتب میده علیه نظام، دیگران هم میگن که بله در داخل ایران مثلا آقای فروهر اطلاعیه داد. خب داد، کسی از مردم او رو نمیشناخت، کسی با او آشنایی نداشت، کسی تحت نفوذ و تحت تاثیر حرفای او نبود. ایشون معروفیتی توی مردم نداشت، نفوذی نداشت، دشمن بی خطری بود، آدم نانجیبی هم نبود انصافا. ما البته دشمنانی هم داریم که انصافا نجیب نیستن، داریم از این جور دشمنای نانجیب. مرحوم فروهر نه، آدم نانجیبی نبود، خودش، عیالش، مخصوصا عیالش. خب حالا شما فکر کنید که کسی که مثل فروهری را میکشد، این میتونه دوست نظام باشه، میتونه برای نظام کار بکنه؟ چنین چیزی معقوله؟ من باور نمی کنم. این همه حقه‌بازی واقعا از یه آخوند دوزاری هم بعیده، چه رسد که رهبر معظم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشه. حقه‌بازی میگم، با صراحت میگم، خواهید دید، شاید بدونید بعضیاتون، یک مرور کوتاهی وقتی بکنیم به ما نشون میده که ارزش این حرفای رهبر چقدره. خامنه ای در نماز جمعه، همین نماز جمعه که دیدین، بعد از جمع کردن، تا حدودی جمع کردن بحران حکومتی بعد از لو رفتن قتل‌های زنجیری، با توجه به تجربه که داشته است در
طول به قول خودش زمامداری 20 ساله و آشنایی با جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی میگه من نمیتوانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایی که اتفاق افتاد بدون یک سناریوی خارجی باشد، چون این چیزی ممکن نیست. آن دستی که به فکر میافتد بیاید اینها را تصفیه کند و به قتل برساند مگر میتواند بیگانه نباشد و تابع یک نمایشنامه از پیش طراحی شده ای نباشد؟ باید بگردن اینها را پیدا کنند. من به شما برادران وزارت اطلاعات میگویم، یعنی به قاتلا میگه، البته خصوصی هم پیغام دادم و از شما خواستم، با آقای رئیس جمهورم تاکید کردم، به مسئولان وزارت هم گفتم، حالا هم به این وسیله در حضور مردم از آنها میخواهم که این قضیه را دنبال کنند و سرنخ‌ها را بیابند. برین دنبال این که بیگانه ها این کار کردن. باید هوشیاری به خرج دهند. ممکن است عواملی که جزء وزارت بودن افرادی باشند که فریب خورده باشند و تحت تاثیر آنها قرار گرفته باشند. باید گشت و عوامل و سرنخ‌ها را پیدا کرد. خامنه‌ای مستقیم در جریان قتل‌ها بود و تصمیم گرفت دروغ بگه به مردم. با منطق حکمرانیش چاره‌ای نمی‌دید، چون در برخورد دو جناح اصلی حکومت اون موقع اصلاح طلب‌ها البته قوی بودند و یک سال از دوم خرداد 76 گذشته بود. تو برخورد دو جناح اصلی این قتل‌ها افشا شد و رهبر معظم چاره‌ای نداشت جز اینکه طبق معمول بگه دشمن خارجی این کارو کرده تا ما رو ساقط کنه، ولی کور خونده. یه تیم ویژه از وزارت اطلاعات رو خاتمی رئیس جمهور وقت مأمور رسیدگی ویژه به موضوع قتل‌ها کرد به ریاست علی ربیعی که معاون وزارت اطلاعات بود تا این اواخر هم که وزیر کار روحانی بود. بازجوهایی که این تیم گذاشت برای رسیدگی به پرونده با خشونت زیاد افرادی رو گرفته بودن به عنوان متهم قتل ها، شکنجه می کردن تا اونا بگن که از اسرائیل دستور گرفتن. فیلم بازجویی از همسر سعید امامی و چند نفر دیگه منتشر شد، یه بخش هایش یعنی درز داده شد بیرون. ببینید تنظیمش بکنیم بالانس بشه بعد اگر ما یک کاری کردیم که رفته باشی چیه؟ بله، ببینین جواد آزاده بازجوه یا جواد عباسی کنگوری، یا همون کسیست که از همسر سعید امامی بازجویی میکرد و آخرش انداختش بیمارستان از شدت شکنجه. آقای ایشون، بله، آقای رضا گلپور که بله، آقای رضا گلپور که نمیدونم شاید هنوزم زندان باشه ایشون، از تحلیلگران و پژوهشگران اطلاعات سیاسی و امنیتی در ایران چند تا کتاب ازش منتشر شد، البته جلد سفید بیشتر، که یکیش یک کتاب گزارش 560 صفحه‌ای است به صورت نامه به خاتمی که از بسیاری از مسائل زیرپوستی امنیتی و اطلاعاتی در ایران پرده برداشته و با خیلی از این آدمایی که دست در قتل‌های سیاسی داشتن شخصا مصاحبه کرده و متنش رو آورده. نوشته وقتی از جواد آزاده، همون شکنجه‌گری که دیدین، پرسیده شد که به چه حقی این همه زندانیان خود را برای کسب اعتراف دروغ شکنجه کردید، یعنی اینایی که به عنوان متهم قتل‌های زنجیره‌ای خود نظام گرفته بود مثل زن سعید امامی،
پاسخ آن بود که وقتی مقام رهبری گفتند که قتل‌ها قطعاً کار عوامل بیگانه بوده، برای ما تکلیف شرعی ایجاد شد آنقدر آنها را بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند. و مگر می توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم؟ ببینید، تحقیق و پژوهش و دادخواهی و دادرسی و آزادی و اینا در نظام مقدس جمهوری اسلامی چه معنی داره؟ محمد خاتمی دستور داد که تیم بازجوها عوض بشه، ظاهراً به این دلیل که خشونت زیاد به خرج میدن. تیم بازجوها عوض شد، ولی برگه های بازجویی تیم اول و اعترافات متهمان که خلاف خواست حکومت بود به تیم بعدی داده نشد، چون تو اون برگه های بازجویی متهمان سعید امامی و تیم عملیات ضربت وزارت اطلاعات، اینا گفته بودن که ما دستور رو اجرا کردیم. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و وکیل قسم خورده دادگستری، در گفتگو با روزنامه زود دویچه سایتونگ 17 می 2010 میگه: من به طور اتفاقی با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولین دقت نکرده بودند که اسم من را از لیست موجود در پرونده پاک کنند، چون اجازه داده بودن که برن بررسی کنن اینا رو. لیست به امضای وزیر اطلاعات وقت آقای قربان علی دوری نجف آبادی بود. دوری نجف آبادی کی بود؟ وزیر اطلاعات دولت خاتمی که با برکناری فلاحیان شده بود وزیر اطلاعات. قتلا که لو رفت در پاییز 77، دوری نجف آبادی استعفا داد و علی یونسی اومد به جاش. دوری نجف آبادی رو دادگاه رسیدگی به متهمان قتل خواسته بود. دوری نجف به خاطر همین لیسته. دوری نجف آبادی سه بار قسم خورد که دستور قتل‌ها رو نداده و همین برای بیگناهیش در پرونده کفایت کرد. هیچ نیازی هم به هیچ سندی نبود از جمله این لیست و امضایی که شیرین عبادی اشاره کرد. ایشون به حکم خمینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و هست هنوز و قرار بود از سال 83 تا 88 دادستان کل کشور بشه که شد. وقتی دادستان کل کشور اینجوریه دیگه. سعید امامی مسئول سازماندهی و هدایت بسیاری از ترورهای داخل و خارج کشور که خودش قربانی کسایی شد که ازشون دستور گرفته بود و گرفتنش و تو زندان و بیمارستان کشتنش، در اعترافاتش نوشت: کسانی که حذف شده اند مرتد، ناسبی و محارب بودند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده ایم اینا رو نذاشتن، ندادن به تیم بعدی که میگم ها. و ما آنچه کرده ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود، در تمام مدت که این وزیر هاشمی رفسنجانی بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جبعاً 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود، از جمله سعیدی سیرجانی، حمید حاجی زاده، فریدون فرخزاد بودن که بهشون نمیدونم به چند تاشون برسیم بپردازیم، و همینطور میرعلایی و همینطور قفار حسینی. اینا همونان که سعید امامی اشاره میکنه. سعید امامی نوشته: وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه میشود؟ که حاج آقا دوری نجف آبادی گفتند هر چه سریعتر اقدام شود بهتر است، همون که سه بار قسم خورده بود که من دستور ندادم، و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد، با فرق اینکه به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ میشد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت که دخترش
عروس آقا امام خامنه ای، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله علی جندتی و گاه از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای که سالها سخنگوی دستگاه عدل اسلامی است در ایران دریافت میکرد و به دست ما میداد، حکم را اینا میدادن. کسی سعید امامی رو مجبور کرده بود که این چیزها رو بنویسه؟ ها؟ قطعا میتوانیم استناد بکنیم به این نوشته، قطعا میتونیم بگیم که دستور دهندگان قتل ها خوشوقت، مصباح، خزعلی، جنتی و محسنی اژه‌ای و فلاحیان و دوری نجف آبادی بودن، حداقل اینایی که توی این برگه هایی که اومده بیرون. کسی مجبورش کرده بود بنویسه سعید امام اینا رو؟ قطعا نه، برعکس، چون مجبورش میکردن بگه از اسرائیل و آمریکا دستور میگرفته و مقاومت میکرد، کشتنش. احکام ترور از روز اول حکومت جمهوری اسلامی صادر شد و اجرا شد با ترور شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی در پاریس سال 58. و یکی از ترورهایی که بعد از این انجام شد و کمتر درباره‌اش صحبت شده و بسیار هم مهمه، ترور علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی سفارت ایران و سخنگوی سفارت ایران در قبل از انقلاب که سال 59 ترور شد در واشنگتن. کسی که او رو ترور کرد یا آمریکایی بود به اسم دیوید تئودور بلفیلد که قبل از انقلاب 57 در 19 سالگی مسلمون شده بود، اهل نیویورک، اسمش کرده بود داوود صلاح الدین، معروف به حسن عبدالرحمن یا حسن تنتانی. اون موقع انجمن دانشجویان مسلمان ایرانی میرفته با ابراهیم یزدی و چند نفر دیگه صحبت میکرده، از جمله ایشون با بهرام ناهیدیان خیلی نزدیک میشه که اونم جزو دانشجوهای مسلمان طرفدار خمینی بود قبل از انقلاب، که بهرام ناهیدیان شنیدم هنوزم همین امروزم امام مسجد شیعیان تو منسس ویرجینیاس نزدیک واشنگتن. با اینا رفته آمد داشته آقای تنتایی. سفارت ایران که با ماجرای گروگانگیری بسته میشه، سفارت ایران در آمریکا، داوود صلاح الدین میشه محافظ دفتر حفاظت از منافع ایران که اون موقع تو سفارت الجزایر بود. خودش میگه یه تیکه کوچیک، یه روز اومدن بهم گفتن امام خمینی حکم ترور وابستگان رژیم گذشته رو داده و لیست 5 نفر رو بهم دادن. منم گفتم اول میرم سراغ علی اکبر طباطبایی. $5,000 بهم دادن. 31 تیر 59 در لباس یک پستچی رفتم دم خونه وابسته مطبوعاتی سفارت قبل از انقلاب در واشنگتن و همونجا با چند تا گلوله طباطبایی رو کشتم و یک هفته بعدم ایران بودم. با صادق قطبزاده دیدار کردم و بعدم رفتم پیش آیت الله خمینی. چند پیشنهاد تروری دیگه هم جمهوری اسلامی بهش میده که قبول نمیکنه، چون میگه عملی نبود. تو خاطراتش که میگه مثلا ترور صدام حسین رو بهش پیشنهاد میکنن که میگه اصلا عملی نبود. یه ترور دیگه بهش پیشنهاد میکنن میگه هلیکوپتر میخوام، میگن نداریم بهت بدیم، میگه خب پس نمیشه. چی بگم واقعا؟ یه چند سالی میره آقای داوود صلاح الدین افغانستان میجنگه و نهایتاً زمانی دوباره در رسانه ها مطرح میشه که به اسم حسن تنتایی در فیلم محسن مخمل باف بازی میکنه. سفر قندهار سال 2001-1379 ساخته آقای محسن مخمل باف. اینکه آقای مخمل باف چجوری این آدم رو پیدا کرده، چه رابطه‌ای باش داشته و داره و از که اینو میشناخته و اصلا این آدم رو که با صراحت همه جا گفته که به دستور خمینی یا آدمی رو اون سر دنیا ترور کرده، چرا بی سر و صدا مخمل باف آورده اینو تو فیلمش بازی بکنه و بهش نقش یک پزشک انسان دوست رو داده؟ البته اصلا مهم نیست چه نقشی داده بهش، مهم اینه که آیا محسن مخمل باف میدونسته که این همون تروریست است؟ اینو بارها خواستم مطرح کنم تو برنامه و صبر کردم، گشتم ببینم آقای مخمل باف جایی توضیحی در این باره داده. هیچ جا هیچ توضیحی تا امروز من از آقای مخمل باف نخوندم جایی. اگر هست خواهش میکنم بگین که ما بدونیم و حتما منتشر کنیم درباره این موضوع به این مهمی.
مهم از نظر منافع ملی و امنیتی مردم ایران. من دیگه در بر جنبه‌های هنریش صحبت نمی‌کنم که وارد کردن این عوامل در هنر دیگه به هر حال این مهمه برای مردم. ممکن حالا برای این و اون آدم خاص همچین اهمیتی نداشته باشه این موضوع. داوود صلاح الدین الان ایران، همسر ایرانی داره، مسئولیت‌های دولتی مختلفی داشته در ایران، از جمله مسئولیت آنلاین پرس تی وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی که دفترش در همینجاست و در لندن، همینجا یعنی در آمریکا. همون سال 59 که علی اکبر طباطبایی در آمریکا ترور میشه، کشته میشه، یک تروریست لبنانی به اسم انیس نقاش رو سپاه پاسداران میفرسته پاریس، شاپور بختیار آخرین نخست وزیر قبل از انقلاب رو ترور کنه. انیس نقاش در مرداد 87، 10 سال پیش، به خبرگزاری فارس در تهران گفت حکم اعدام بختیار در دادگاه انقلاب صادر شد که امام خمینی همان را تأیید کردند. من به بچه های سپاه گفتم که من تجربه کار عملیاتی دارم و این کار را بر عهده میگیرم. این عکس را ببینین، همون موقع از قبل از ترور از راست نوشتیم، محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه در سال 58، انیس نقاش که تروریست لبنانی، محمد صالح الحسینی مسئول وقت روابط خارجی سپاه که یه جایی کشته شد، محسن رفیق دوست مسئول وقت پشتیبانی سپاه. انیس نقاش دو تا فرانسوی رو میکشه، میره دکتر بختیار رو ترور کنه، موفق نمیشه، دو تا فرانسوی رو میکشه که یکشون غیر نظامی بوده. به هر حال دستگیر میشه، به حبس ابد محکوم میشه و میفته زندان. بعد از 6 سال تو معامله فرانسوی‌ها با جمهوری اسلامی سر گروگان‌های فرانسوی در لبنان آزاد میشه و میره ایران. امروز رسانه‌های حکومت انیس نقاش رو کارشناس مسائل خاورمیانه و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک معرفی میکنن. در واقعیت این تروریست لبنانی ساکن ایران سالهاست در تهران برج سازی میکنه با وضع مالی توپ، یه دفتر درندشت اشرافی هم داره در شمال تهران. 11 سال بعد از ترور ناموفق بختیار، جمهوری اسلامی موفق میشه سرانجام که دکتر بختیار رو با چاقو تو خونش سلاخی بکنه. یکی از قاتلا دستگیر میشه، علی وکیلی راد، دستگاه قضایی فرانسه بهش حبس ابد میده. بعد از 19 سال باز با یک گروگان که جمهوری اسلامی گرفته بود، کلوتی دریس، فرانسوی زندانی در ایران، آقای وکیلی راد تروریست مبادله میشه. کلوتی دریس یه روزنامه نگار بود. وکیلی راد برمیگرده ایران، تو فرودگاه ازش استقبال رسمی میشه. جلالی نماینده مجلس و قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه میرن استقبالش، کنفرانس خبری تو همون فرودگاه برای قهرمانشون میذارن و اینجوری. این حکومت اگه تروریست نیست پس چیست؟ چرا اعتراض میکنین آقایان مسئول نظام جمهوری اسلامی وقتی بهتون میگن تروریست و وقتی به نظامی که برپا کردین میگن نظام تروریست، حکومت تروریست، یا نخستین حامی تروریسم در جهان؟ سال 1368 با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان شد وزیر اطلاعات و سعید امامی هم شد معاون امنیتی وزارت. از همون سال دیگه وزارت اطلاعاته که ترورها رو برنامه ریزی و اجرا میکنه. همون سال 68 دکتر قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در وین کشته میشه سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی. یکی از فرماندهان سابق سپاه در نامه‌ای که برای محمد نوریزاد برای درج در وبسایتش فرستاده نوشته اگر یک روز گذرت به دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس افتاد، حتما به گردن رئیس دفترش خوب نگاه کن، ردی از یک زخم بر گردن او پیداست. این رد زخم را دکتر قاسملو رهبر حزب دموکرات کردهای ایران چند ثانیه پیش از کشته شدنش بر گردن او جا نهاده است. سرتیم ترور قاسملو کسی جز محمد جوادی یا سهرارودی نبود. سهرارودی
به محض ورود به اتریش با برخورداری از حکم ویژه از علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود به همراه نفر دوم با نام بزرگیان و نفر سوم با نام شاه مهری حاجی مصطفوی در بعد از ظهر 23 تیر 68 با خودرو تشریفات سفارت جمهوری اسلامی و لباس فرم وزارت خارجه وارد دفتر قاسملو شدند. سه دیپلمات تروریست یک کلت 65 میلیمتری را در گودی ستون فقرات خود جاسازی کرده بودند. مستقیم از خود سهرارودی شنیدم که گفت با قاسملو به اتاق دیگری رفتیم، به هر حال تیراندازی میکنن و در اونجا وسط صحبت‌ها این کلت میکشه قاسملو رو بکشه و چند تا گوله میزنه. قاسملو هم کلت داشته و اون زخمی که در گردنش هست یکی از دو گلوله است که قاسملو به سمت او شلیک میکنه، نتیجه اونه. به هر حال بالاخره یکی از گلوله های من به مغز قاسملو خورد و کارش رو ساخت. 11 روز بعد سهرارودی که زخمی بود با برانکارد از بیمارستان در وین به هواپیمای ایران ایر منتقل میشه و به ایران برمیگرده. چند ماه بعد سهرارودی با حکم رهبر معظم با درجه سرتیپی و نام جدیدش محمد جعفری میشه رئیس اداره اطلاعات سپاه. کاظمی قمی سفیر سابق جمهوری اسلامی تو عراق یکی از معاوناش بوده. سال 80 سهرارودی میشه معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه. سال 84 با رئیس جمهور شدن احمدی نژاد میشه جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی. با رئیس جمهور شدن حسن روحانی میشه مسئول مراسم تحلیف رئیس جمهوری. ببینید به این دلیل اول برنامه گفتم اینقدر حق بازی واقعا از رهبر معظم آدم چی بگه؟ بگه بعیده. همینه دیگه، این رهبره. اگه اینقدر حق بازی نبود و الگوی حق بازی نبود رهبر نظام مقدس نمیشد. رهبر معظم البته اصلا نه سهرارودی رو میشناسه نه رئیسش رو موقع ترور میشناسه که ولایتی بود و نه سپاه رو میشناسه نه شورای عالی امنیت ملی رو میشناسه که کی جانشینه دبیرشه کی نمیدونم معاونشه. هیچ کدوم اینا رو نمیشناسن آقای رهبر و نمیدونن. میگن این ترورا کار دشمنه، جایزه و درجه هم همینطوری دادن به سهرارودی. سه سال بعد از ترور دکتر قاسملو، عبدالرحمن شرفکندی دبیر کل بعدی حزب دموکرات کردستان ایران در شهریور 71 در آلمان تو برلین توی رستوران برگبار بسته میشه با چند نفر دیگه. یکی از قاتلای دکتر شرفکندی این شخص کاظم دارابی تو دادگاه فدرال آلمان محکوم به حبس ابد میشه. 15 سال بعد آزاد میشه میاد ایران. تو فرودگاه استقبال رسمی ازش میشه. دادگاهی که در آلمان دارابی رو به حبس ابد محکوم کرده بود، خامنه ای و رفسنجانی و ولایتی و فلاحیان رو هم به مسئولیت مستقیم در اون کشتار رستوران میکونوس در برلین متهم کرد. رهبر معظم و اذنابشون همون موقع گفتن درگیری داخلی خودشون بوده، متهم کردن ما رو بی خودی چون دشمن داره توطئه میکنه دوباره علیه ما. و نمیدونم آیا بعضی باور کردن. باز دو سال بعد از اون آذر 73 علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و پژوهشگر کم نظیر تاریخ و ادبیات ایران و تیم وزارت اطلاعات به سرپرستی سعید امامی میکشه با شیاف پتاسیم تو زندان. یعنی در واقع از درون میترکونه سعیدی سیرجانی رو. دکتر مسعود نقره‌کار تو کتاب بخش از تاریخ جنبش روشنفکری ایران نوشته سعیدی سیرجانی فعالیتش را با نوشتن نامه‌های سرگشاده به بالاترین مقامات جمهوری اسلامی و از جمله آیت الله خامنه‌ای شدت بخشید. وی در آن نامه‌ها ضمن شرح سختی‌ها و فشارهایی که قشر روشنفکر ایران در طول سالهای بعد از انقلاب تحمل کرده بود از رهبران جمهوری اسلامی میخواست تا رویه و دیدگاه خود را نسبت به منتقدینشان عوض کنند. آیت الله خامنه ای در پاسخ به سعیدی سیرجانی در ضمن دست قوی در طنز داشت و نوشته هاش همه سراسر طنزه و نامه هاش هم با کنایه و طنز از کنایه و طنز سرشار بود همیشه. به همین دلیل میخوام بخونم براتون ادامه صحبت رو. آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه های سعیدی سیرجانی مطلبی را خطاب به او نوشت و توسط کیومرث صابری گل‌آقا که با حضرت امام خامنه ای نزدیک بود برای سعیدی سیرجانی فرستاد.
لحن عتاب‌آلود جوابیه علی خامنه‌ای به گونه‌ای بود که به تعبیر سعید سیرجانی قاصد را نیز شرمنده کرده بود، چون خامنه‌ای در اون نامه نوشته بود که تو مرتدی به سعید سیرجانی، که سعید سیرجانی در جواب این نامه نیز نامه دیگری به علی خامنه‌ای می‌نویسد و در اون نامه معروف که میگه آدمی زادم آزادم و حالا هرچند تو به من بگی مرتد. چندی بعد در 23 اسفند 72 بازداشت شد و بعد از 9 ماه بدون هیچ ملاقات یا خبری از محل زندانی بودنش در 4 آذر ماه 73 و در اسارت درگذشت. به قتل رسید به شیوهی که عرض کردم. در سال 73 خورشیدی جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران در نامه‌ای با بیش از 60 امضا به بازداشت علی اکبر سعیدی سیرجانی توسط وزارت اطلاعات اعتراض کرد و متن معروف ما نویسنده ایم را با 134 امضا منتشر کرد. باری از سایه سعیدی سیرجانی، خانم سایه سعیدی سیرجانی، دختر علی اکبر سعیدی سیرجانی بشنوید. روزی که 24 اسفند بود، 9 صبح پدر از خونه رفت بیرون، 3 بعد از ظهر اینا ریختن تو خونه. کیا ریختن تو خونه؟ 12 نفری که تو خود خونه ریختن، حال تو حیات بگذاریم چقدر بودن، از 4 تیم مختلف بودن. اون آدمی که به اصطلاح موجی بود و کلت روی من برداشت کشید و حکمم به اصطلاح دستش بود، از یه طیف بود. اون جوونی که واقعا امیدوارم این صدا را بشنوه، اسمش رو نمیدونم، اما اون در واقع محافظ من شد. گفت صدا حرف رو نزن، اینا میکشنت. اونا تصور کردن ریختن خونه تیمی، کشو رو میکشید میدید کاغذ کتاب خود همین جوون که بعد تشخیص داد نگو دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران بود، از روی عکسایی که توی اتاق من بود در اون اتاق رو بست. به اینا گفت من این اتاق گشتم. برای همین نامه پدر که توی کشوی میز من بود محفوظ موند. تمام نوشته ها 11 سال زحمت رو فرهنگ لغت فارسی ریختن تو کیسه زباله. روزنامه های حکومت اوائل آذر 73 نوشتن سعید سیرجانی به دلیل سکته قلبی، یکی نوشت سکته مغزی در زندان درگذشت. پدر اون سال که اینا خبره با 4 روز تفاوت در جمهوری روزنامه جمهوری اسلامی، اطلاعات و کیهان منتشر شد، یکی سکته مغزی گفت، یکی سکته قلبی گفت و روزاش هم متفاوته. یعنی حتی ما نمیدونیم چه روزی اتفاق افتاده. پدر اون موقع اگر تازه سال 73 رو حساب کنیم آذر ماهش 62 سالش میشد. خب گفتم ناراحتی قلبی رو با نداشت. روز بعد مامان رو خواستن در یکی از همین خانه های امن زیر پل صدخندان خیابون خواجه عبدالله انصاری که روزنامه رو نشون میدن بگین دهنشو ببنده وگرنه تصادف رانندگی درست میکنیم. بله سایه سعیدی سیرجانی لطف کردن و این توضیحات رو دادن. با دولت سازندگی ماشین ترور مستقیما تحت مدیریت وزارت اطلاعات در کار. سال 1375 یک جا میخوان 21 نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران از بین ببرن. داستان از اینجا آغاز شد که یکی از مترجمینی که ایرانی ارمنی به نام آقای آندراک سیمونیان از ارمنستان آمده بود، خب میدونیم که بین ارمنستان ایران هم جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان رابطه خوبی داشت و در این حال از گذشته هم بین فرهنگیان، شاعران، نویسندگان ایرانی و ارمنی رابطه بسیار زیادی است. بسیاری از آثار زبان فارسی به ارمنی ترجمه شده. این آمد و گفته بود که کانون نویسندگان، اتحادیه نویسندگان ارمنستان میخواد از تعدادی از نویسندگان ایرانی دعوت بکنه تا به ارمنستان برن سخنرانی بکنن، داستانخوانی و خانی بکنن. این مسئله رو با آقای منصور کوشان در میون گذاشته بود، با آقای علی صدیقی، و منصور کوشان عضو جمع مشورتی بود، آمد در جمع این پیشنهاد رو مطرح کرد که نظرخواهی بکنیم، چون در جمع مشورتی همیشه با ما درباره همه چیز با هم دیگه مشورت می‌کردیم. در مجموع ما به این نتیجه رسیدیم که این سفر سفر خوبی خواهد بود. حالا جالب این است که آقای غفار حسینی که بعداً
وزارت اطلاعات اون رو کش در همین پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای. او به شوخی گفتش که اگه شما با اتوبوس برید به ارمنستان، چون با هواپیما امکانش نبود، برای که هواپیما هفته یک بار بیشتر نمی‌رفت و ما قرار با اتوبوس بریم، گفت شما رو پرت می‌کنن دره پایین و از شهر همتون یک جا خلاص می‌شن، این کارو نکنین. من شخصا به شوخی به غفار حسینی گفتم غفار حسینی تو ذهنت خیلی سناریوی فیلم فارسی می‌نویسی، چون این چیزی اصلا ممکن نیست، منطقی نیست، عملی هم نیست. البته بعداً فهمیدم که حرف درست بود. به هر حال جمع این سفر رو تصویب کرد، قرار شد که لیستی تهیه بشه که از کسانی که دعوت بشن، و قرار شد که دعوت شدگان فقط از جمع مشورتی نباشن، بلکه یک تیپ‌های گوناگون رو در بر بگیره، روزنامه‌نویس، نویسنده، مترجم، شاعر و همه تیپ‌هایی که در زمینه فرهنگ فعالن. این لیست رو تهیه کرده بودند و بعد از یه عده‌ای دعوت کردن، یه عده‌ای از اول گفته بودند که نمیاییم، یه عده‌ای دعوت رو پذیرفته بودند، که البته بعد اونهایی که دعوت رو پذیرفته بودند عده رو نیامدن، که برخی از اونها به طور طبیعی بود، مثل هوشنگ گلشیری که در آخرین لحظات اعلام کرد که من نمیام. بعضی‌ها هم به شیوه‌های گوناگون از این لیست بیرون کشیده بودن، که من مثلا میدونم یکی از استادان دانشگاه گفته بودن که تو نرو با اینها سفر، یه آدمای مثل سرکویی هستن، تو بدنام میشی، پروندت برای دانشگاه خوب نیست. خودش بعداً برای من تعریف کرد، این استاد دانشگاه. به هر حال وزارت اطلاعات که از همون اول خب ما رو تحت مراقبت و داشت شنود می‌کرد همه گفتگوهای ما رو، شروع کرد یه عده‌ای رو از این سفر بیرون آوردن، مثلا به مسعود بینود ویزا نداده بودن، پاسپورتش رو گرفته بودن، هم به استاد دانشگاه اینطوری گفتن، یه عده‌ای نیامدن. یک موقعی هم که می‌خواستیم سوار اتوبوس بشیم، آقای توصیرکانی و آقای بهارلو در آخرین لحظه، آقای توصیرکانی گفتنش تصادف کرده، من نیامد. به هر حال عده‌ای از ما سوار شدیم که بریم ارمنستان، که همونطور که گفتیم 21 نویسنده بودیم. جالب این هستش که ما برای اینکه مطمئن بشیم که این سفر جدی هست، و چون که به هر حال خودم بدبین بودیم، هوشنگ گلشیری قرار شد بره سفارت ارمنستان. او رفت سفارت ارمنستان با معاون سفیر یا و رایزن فرهنگی سفارت ارمنستان صحبت کرد، و اونا گفته بودن بله این دعوت از طرف اتحادیه نویسندگان هست، و پاسپورت های ما رو هم گرفتن و به ما ویزای ارمنستان دادن. بنابراین در واقع این سفر جدی بود. اما بعد قرار شد که همه ماها در یه تاریخ معینی در ترمینال بیهقی بریم اونجا سوار اتوبوس بشیم. ترمینال بیهقی هم به این دلیل انتخاب کرده بودن که اتوبوس‌های این شرکت اون موقع خوب بود. در آخرین لحظات به ما زنگ زده شد و گفتن که از طرف آقای کوشان زنگ زدن، البته منشیشون گفتش که محل سفر تغییر کرده و شما به جای ترمینال بیهقی همتون برین ترمینال غرب، اونجا برین. من و سپانلو دیر رسیدیم به اونجا، و بعد از اونجا ما که می‌خواستیم بپرسیم اتوبوس کجاست، همه اونجا به ما گفتن از اینجا کسی به ارمنستان نمیره، از این ترمینال اصلا هیچ اتوبوسی به ارمنستان نمیره. به هر حال ما پرسان و پرسان پیدا کردیم، یک اتوبوسی بود که آرمی هیچ شرکتی هم روش نبود و اون ته ایستاده بود و بسیار منتظر ما بود تا ما سوار بشیم. خب اتوبوس به طرف رشت حرکت کرد. حالا وقتی بعدها ما وقتی من نگاه کردم به نقشه، دیدم ما نویسندگان معلومات جغرافیایی اون خیلی خراب بود، چون اصلا از اون راهی که اون اتوبوس رفت به ارمنستان نمیرن، از یه راه دیگه میرن. این راهی که این اتوبوس رفت مثل این که شما دور بزنین و بخواین به یه جای برید. برحال ما رفتیم رشت، چون اونجا هم قرار بود یه عده سوار بشن، سوار شدن، راه افتادیم، شب بود دیگه. پیشا پیش اتوبوس یک ماشین حرکت میکرد که ما هم راجع به این ماشین، چون هیچ وقت اتوبوس رو ترک نمیکرد، ما هم راجع به این ماشین جوک میگفتیم، از جمله جواد مجابی خیلی جوک میگفت باش. مسعود بینیم منتظر بود که، چون با یک کسی تماس گرفته بود در حکومت و گفته بود که پاسپورت من بی خودی گرفتن، او بهش قول داده بود که شما برو ما پاسپورت تو میفرستیم. اون به شوخی میگفت این پاسپورت منه. بعضی از ما میگفتیم نه، دو سه نفر از اینا که نیومدن به سفر هستند. به هر حال از این شوخی ها راجع به اون ماشینی که جلو میرفت، اون ماشین شخصی می‌کردیم، که البته بعداً معلوم شد که در اون ماشین شخصی ماموران وزارت اطلاعات هستند و قرار بوده که محل رو نشون بدن که کجا این راننده ما رو پرت بکنه. وقتی که می‌رفتیم در یک تونلی در سر راه حادثه‌ای پیش آمد و ما دیدیم که اون ماشین مثلا یک ماشینی که جلو ماشین ما بود پیاده شد و افراد مسلح بودن تو اون ماشین. بازم دوزاری ما به قول معروف نیفتاد که اینا مسلحن، چرا نزدیک ماشین ما. خب البته اون موقع هم افراد مسلح لباس شخصی زیاد بودن در ایران. به هر حال راننده یک نفر بود. این شک من رو برانگیخت، چون من میدونستم که معمولا در این گونه سفرها باید دو ران
راننده باشه طبق قوانین اداره راهنمایی رانندگی اون اینا. ما نشستیم، من خودم پرده دست راننده نشستم باهاش صحبت کردم و گفتم که چطور یک نفری به ظلم میکنن، نباید بپذیری که با دو نفر باشین. ما سعی میکردیم این آقای مامور وزارت اطلاعات رو که قرار بود ما رو بکشه به حقوق سنفیش آگاه بکنیم. به هر حال بقیه بچه‌ها نوبت گذاشته بودیم که پهلوی او بشینن باهاش صحبت کنن، از خستگی خوابش نبره. به هر حال این رفت تا به طرف به اصطلاح آستارا خارج شد، رفت گردنه حیران که گردنه بسیار مشهوری هستش. از اون گردنه که رفت در یه جایی در ارتفاع بالا این ماشین رفت، ماشین رو هدایت کرد به طرف گردنه که پرت بشه. من البته نیمه خواب بودم، بیشتر شاید خیلی از ماها خواب بودیم. ما دیدیم که ماشین رفت اونجا، اما یک سنگ به صخره بسیار بزرگی بعداً ما دیدیم این میلگاردن ماشین به اون صخره گیر کرده بود. من چیزی که دیدم در اون لحظه موقعی که ماشین رفت به طرف کنار در چشم باز کردم، من دیدم که راننده پریده از ماشین پایین، یک کیف دستی کوچولو مشکی هم داشت زیر بغلش است و به سرعت در جهت عکس اتومبیل عکس اتوبوس میدوه. به هر حال اتوبوس معلق ماند، ما پیاده شدیم با ترس و لرز همه و همه خب تصور می بود که این خسته بوده و خوابش برده و اینا. بهش غر زدیم که مواظب خودت باش، نمیدونم خوابت نبره، و اونم گفت نه سوار بشین، ما سفر رو ادامه میدیم، من این دفعه مواظب خواهم بود. این اتوبوس رو دنده عقب گرفت، کشید به طرف جاده. موقعی که اتوبوس به جاده اومد و باید میرفت به طرف جاده، دوباره با سرعت پاشو گذاشت روی گاز و رفت دوباره که به طرف دره که ماشین رو پرت بکنه و خودش پرید پایین دوباره، که این بار باز همون صخره اولا جلو یه چیز رو گرفته بود و بچه‌هام که اون دیگه همه بیدار بودن ترمز دستی رو کشیده بودن. ما از ماشین پیاده شدیم، دیگه حالا اصلا یک ضربه شدیدی شوکی به ما وارد شده بود. راننده دور شد، رفت اون پایین نشست. من یادم من و سپالون دوید به طرفش، گفت می‌خواستی ما رو پرت بکنی، حتی بهش دشنام داد و اونم گفت بله ما همتون رو می‌کشیم. حالا دمدمای صبح بود، گرگ و میش بود، هوا داشت روشن میشد. ما همه با ترس و لرز جمع شده بودیم اونجا و اصلا باورمون نمیشد، یعنی این شوکی که وارد شده بود اصلا برای هیچ کس باورپذیر نبود. دفعه اولام فکر کردیم خوابش رفته. به هر حال یک ماشین هایی که ماشین کم بود تو جاده چون هنوز صبح زود بود، یک ماشین شخصی اومد، به او گفتیم که این راننده میخواست ما رو پرت بکنه، برو پاسگاه اون بالا شکایت بکن و بگو که پلیس بیاد اینجا. در این حال جالب بود که یک دکه عسل فروشی بود، مال یک پسری که شبام همونجا میخوابید عسل میفروخ. اون به ما گفتش که من دیدم که یک ماشین شخصی اینجا وایساد که کسانی ازش پیاده شدن، با چراغ قوه علامت دادن به راننده اتوبوس که به این طرف میاد. من فکر کردم دارین شما فیلم سینمایی تهیه میکنین. کلی هم البته خندید. به هر حال پلیس آمد بعد از چند مدتی، ما رو سوار کرد، گفت بریم به پاسگاه. ما و راننده رفتیم پاسگاه، اتوبوس رو هم بوکسل کردن از کنار در کشتنش کنار. در پاسگاه نشسته بودیم و ما شکایت کردیم از راننده دست جمعی. پلیسی که توی پاسگاه بود، افسر پلیس خب نمیدونست که داستان چیه، فکر کرد که خب این راننده بوده مثلا و میخواسته اینا رو بندازه به دره یا اینکه خوابش برده. به هر حال گفت من پرونده درست میکنم، به هر حال ایشون نتونست خوب رانندگی بکنه و اینا. مشغول تنظیم پرونده بود که ما دیدیم که اون هاشمی مال مامور وزارت اطلاعات و دو نفر دیگه، یک اصغر آقایی بود، حاجی اصغر آقا بود، آمدند. ما هاشمی رو از من و سپالون میشناختیمش از شبی که ما رو در خونه رایزن فرنگی سفارت آلمان دستگیر کرده بودند. هاشمی از همون شب ما میشناختیم، با ما صحبت کرده بود، ما رو بارها تهدید کرده بود و غیره. در مورد سعید سیرجانی هم همینطور، با همراه با آقای ما به ما گفت بودیم یک پیام از شما، اگه ادامه میدین شما رو هم میکشیم. اینا میشناختیمش. برای وقتی این آمد ما فهمیدیم که قضیه دیگه داره میره به طرف وزارت اطلاعات. بعد اون افسر اومد به ماها گفتش که قرار شده من شما رو بدن تحویل وزارت اطلاعات. من افسر بسیار خوبی هم بود، من بهش گفتم جناب صاحب ما شاکی هستیم، اینا میخواستن ما رو بکشن. گفت من هم نمیخواستم بدم تحویل وزارت اطلاعات، اما از هیئت دولت و از وزارت کشور همین الان به من تماس گرفتن و دستور دادن که من این کارو بکنم و متاسفم. به هر حال ما تحویل وزارت اطلاعات دادن، وزارت اطلاعات دوباره ما رو سوار همون اتوبوس کرد، بردمون وزارت اطلاعات آستارا. شب اونجا در یه اتاق همه ما رو خوابوندن و البته راننده هم در یه اتاق کنار دست ما میدیدیم رفت گره خوابید چون خستش بود. و بعد همون شب شروع کردن از ما یک بازجویی مسخره کردن به این دلیل که سوالاش بود که چرا می‌خواد این راننده شما رو بندازه، چه دشمنی با شما داشته، از این سوال‌های مضحک. ما هم اغلب جواب میدادیم ما نمی‌دانیم. چند نفر ما رو به بیرون احضار کردن، از جمله من و منصور کوشان و اینا، و تهدید که هم تهدید می‌کردن و بعد آخر سر از ما تعهد گرفتن که شما نباید این ماجرا رو به کسی بگین. شب رو هم زندانی بودیم، صبح ما برگشتیم تهران که من تا رسیدم به هوشنگ گلشیری زنگ زدم ماجرا رو گفتم بهش و بچهای دیگه هم به جاهای دیگه گفتم. بله سپاسگزار آقای فرج سرکوهی.
که اینو توضیح دادن. ببینید داخل حکومت بحران جدی شد، به ویژه داخل دستگاه اطلاعاتیش در سال 77 اول برنامه اشاره کردم. برای مردم اصلا مهم نیست که چه بود این بحران و داخل حکومت، چیزی که برایشون مهمه اینه که بدونیم پیگیری خانواده‌های ترور شده در قطع‌های زنجیره‌ای و قطع‌های سیاسی به طور کلی در چارچوب همون چیزی که آقای خامنه‌ای فرمودند که ما کسی رو نمی‌کشیم و بیاین دادخواهی کنین چه نتیجه‌ای داد. ما حد اکثر تلاشمون رو کردیم، جامعه هم همینطور، یعنی بسیاری اعتراض کردند و پیگیری کردند، ولی سرانجام دستگاه قضایی در واقع یک نمایشی روی صحنه آورد. عده‌ای مأمور اجرای حکم رو به میز محاکمه کشید، ولی دستور دهندگان و بافت سازمانی و بستر فکری که چنین جنایت‌هایی رو ممکن کرده بود از درون سیستم دست نخورده باقی گذاشت. از جمله وزیر وقت اطلاعات آقای دوری نجف آبادی که من خودم در پرونده از زبان متهمین خوندم که او دستور این قتل‌ها رو داده بود، رأی براءت گرفت چون سه بار قسم خورده بود که چنین نکرده، در چند صفحه کوتاه توضیح داده بود که ربطی به او نداره، و در واقع اونطور که ناصر زرافشان همواره میگفت این پرونده در تبانی بین متهم و بازجو سرهمبندی شد و گفتم عده‌ای مأمور اجرای حکم رو به محاکمه کشیدند، ولی دستور دهندگان و اون بافت سازمانی پشت این قتل‌ها به هیچ وجه افشا نشد. پرونده مخدومه اعلام شد، منتها ما امیدوار هستیم که این پرونده در اذهان عمومی مانند دادرسی به بسیاری از جنایت‌های سیاسی که در طی سال‌ها انجام شده و زخم‌های عمیقی به جا گذاشته بر جامعه ایران در اذهان عمومی باز بمونه و خواست دادخواهی و پاسخگو کردن حکومت برای چنین جنایت‌هایی به خواست عمومی تبدیل بشه و به هر صورت ما تلاشمون رو در این راستا میکنیم. خانم پرستو فروهر بودن که زحمت کشیدن و توضیح دادن. من نمیدونم، قبل از اینکه قسمت آخر برنامه رو عرض بکنم، ما عکس حمید حاجی زاده و کارون رو داریم که من یک توضیح کوتاه مختصری بدم. یکی از این قتل‌ها که در شب اول پاییز 77 اتفاق افتاد و داغ تازش همیشه خواهد بود، قتل فجیع، در واقع قصابی کردن، سلاخی کردن شاعر کرمانی حمید حاجی زاده بود که تنها با پسرش تو اتاق، کارون پسر 9 سالش، با چاقو اینا رو تیکه تیکه میکنن. و بله، ببینین ترورهای حکومتی نه تموم شده و نه پرونده این قتلها بسته شده، مختومه شده. نمونهش، تازه ترین نمونهش، ترور دکتر فرشید حکی در تهران بود اخیراً که در جریانش هستین. دانش آموخته حقوق و اقتصاد، نویسنده، مدرس دانشگاه و مؤسس حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان، که جسد سوختش 25 مهر 97 نزدیک خونه‌اش پیدا شد. اخیراً بنیادی به نام بنیاد دکتر فرشید حکی به همت دایی ایشون دکتر بهرنگ اجتهادی و خودشون توضیح میدن الان در کالیفرنیا تأسیس شده، که به هر حال نمونه است از کارهایی که میشود کرد.
بنیاد دکتر فرشید حکی در خارج از کشور، بنا به پیشنهاد دوستان و یاران محققی که با ایشون کار میکردن و ارتباطات تخصصی داشتن، ارائه شد و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و افراد اصلی به هیئت امنای این بنیاد مشخص شده که به طور فیزیکی در نقاط مختلف اروپا و امریکا هستند، ولی از طریق ارتباطات گسترده و تنگاتنگ تمام مسائل را به طور شورایی دنبال میکنند. به طور کلی این بنیان در چارچوب دفاع از حقوق بشر به طور کلی و به طور اخص دفاع از حقوق شهروندی هموطنان عزیز ایرانی می باشه و هر گونه تلاشی که لازم باشه در جهت احقاق این حقوق انجام بگیره، این شورا با امکانات فنی، تکنیکی و تخصصی و حقوقی خودش بیشترین تلاش را خواهد کرد. این بنیاد در ابتدا به عنوان بنیان دکتر فرشید حکی برپا شد. هدف اصلی و اساساً محتوای اساسنامه بر مبنای دفاع از کلیه، از حقوق کلیه خونهای جانباختگانی که تا کنون از طریق ترورهای دولتی و نقشه‌ها و اقدامات جنایتکارانه جان باختن و همچنین فعالین و مبارزین در بند و اسیر در زندان حمایت خواهد کرد. یکی از اهداف کلی و باید بگم مشخص این شورا، این بنیان، این است که ارتباط بین خانواده‌های سوگوار که عزیزانی را در راه آزادی ایران از دست دادن، خانواده و نزدیکان جانباختگان راه آزادی را به طور ارگانیک به همدیگه مرتبط بکنه و از کلیه خواست‌ها و دادخواهی‌های آنها دفاع بکنه و در حد امکان با بیشترین امکانات از آنها دفاع بکنه و اهدافشون را دنبال کنه. پرده آخر، روایتی از حضرت امیر فرماید در تعرر رجل، وقتی انسان لخت میشه، مرد اگر لخت میشه، نظره الیه شیطان، شیطان به او نگاه میکنه، فطمع فیه، در اون طمع میکنه. حالا این طمع به چه معناست؟ گاهی این طمع به معنای طمع جنسی، چه بسا مسائل جنسی بین شیطان و مثلا جن و انسان محقق بشه که خیلی افرادی به این مسئله مبتلا هستند. شب و روزگار خوش.